کارشناسان معتقدند در هر بحث و گفتگویی از مباحث روزمره تا سیاسی و فرهنگی باید بتونیم نظرمون رو بر اساس شواهد درست و با استدلال معتبر بیان کنیم واضحه که ما همه چیز رو نمیدونیم و در بسیاری از موارد به متخصص این حوزه مراجعه میکنیم مثلا وقتی دندونمون درد میکنه کاری از دست ما بر نمیاد و باید سراغ دندون پزشک بریم و حواسمون هست که نمیتونیم از یه متخصص پوست انتظار داشته باشیم دندون درد ما رو درمان کنه تازه همون دندون پزشک هم ممکنه اشتباه تشخیص بده پس در موارد حساس نظر چندین متخصص رو میپرسیم اما وقتی پای مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره پیش میاد، آمادگی داریم که حرف هر کسی رو قبول کنیم، صرفا به دلیل داشتن عنوان کارشناس یا متخصص. و به راحتی با عناوینی مثل دکتر، پروفسور و استاد دانشگاه فریب میخوریم. کسایی که حتی ممکنه در زمینه مورد بحث تخصص هم نداشته باشند. مثلا اگر برنده جایزه نوبل فیزیک درباره جامعه شناسی اظهار نظر کنه دلیلی برای پذیرفتن حرفش وجود نداره اگه نظر پزشک رو صرفا به دلیل داشتن عنوان دکتر در مورد دلایل کم بودن آمار کتابخانی قبول کنیم مرتکب مغلطه شدیم که به اون توسل به مرجعیت یا مرجعیت نامربوط میگن در شکل رایج این مغلطه ادعایی رو مطرح میکنیم و وقتی طرف مقابل از ما استدلال معتبری میخواد میگیم دکتر فلانی اینطور گفته در واقع به جای ارائه شواهد و دلایل قابل اتکا استناد میکنیم به حرف یه فرد دیگه خود متخصصان نیز ممکن مرتکب این مغلطه بشن و به دلیل اینکه در حوزه مرجعیت دارند، بخوان در زمینه های دیگه هم اظهار نظر کنند. مثلا آیت الله مکارم شیرازی در مورد راه اندازی اینترنت پرسرعت برای تلفن های همراه گفته بود خدمات اینترنت پرسرعت همراه کاری برخلاف شر و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی است یه مرجع دینی که تخصصی درباره تکنولوژی و موارد استفاده از اینترنت پرسرعت تلفن همراه نداره چطوری اون رو خلاف موازین انسانی دانسته توسل به مرجعیت بسته به جامعه و فرهنگ متفاوته مثلا در جوامع مرد سالار حرف مرد بدون توجه به درستی ادعاش راحت پذیرفته میشه تا حرف زن. همین مسئله میتونه در مورد نژاد، سن، طبقه اجتماعی، دین و قومیت هم مستاق داشته باشه. راه برخورد با مغلطه توسل به مرجعیت اینه که به طرف مقابل بگیم قبوله که دکتر فلانی هم همین رو گفته اما شواهد و دلایل این ادعا چیست یادمون باشه در حوزه های از دانش که حتی میان متخصصان هم اختلاف نظر وجود داره نمیشه ادعای کارشناس رو بدون ارزیابی منطقی استدلالش پذیرفت